آینده ذهن میچیو کاکو. زیستشناسان متوجه شدند که ما حدود 98.5% با شامپانزه یکسانی ژنتیکی داریم، ولی دو برابرش عمر میکنیم و در 6 میلیون سال گذشته از نظر مهارت‌های عقلانی فوران کرده ایم. پس در بین مشتی ژن باید آنهایی که مسئول ایجاد مغز انسان هستند وجود داشته باشد. در عرض چند سال دانشمندان نقشه کامل از همه این تفاوت‌های ژنتیکی خواهند داشت و راز طول عمر و هوش ارتقا یافته آدمی شاید در همین مجموعه کوچک نهفته باشد. دانشمندان بر چندتای ژن تمرکز دارند که به احتمال فرگشت مغز انسان را پیش بردند. پس شاید سرنخ راز هوش در فهم ما از نیاکان عیب مانندمان نهفته باشد. حالا این پرسش پیش می‌آید که آیا این پژوهش می تواند سیاره میمون ها را امکان پذیر سازد؟ در این مجموعه فیلم ها جنگی هسته‌ای تمدن مدرن را به نابودی می کشاند. بشریت به ورطه توحش سقوط می کند، ولی تابش موجود به شیوهی فرگشت دیگر ایپ ها را شتاب می بخشد، به طوری که آنها به گونه های غالب روی زمین تبدیل می شوند. آنها تمدنی پیشرفته برپا می کنند در حالی که آدمیان به باشندگانی کثیف و بوگندو تبدیل شدند که وحشیانه و نیم برهنه در جنگل‌ها پرسه می زنند. در بهترین حالت آنها تنها به درد باقی‌وحش می خورند. اوزا بر وفق مراد آدمی نیست، پس میمون‌ها هستند که از بیرون به ما در داخل قفس می نگرند. در فیلم خیزش سیاره میمون‌ها دانشمندان به دنبال درمانی برای بیماری آلزایمرند. در این میان آنان به ویروسی برمیخورند که دارای پیامد ناخواسته‌ای برای افزایش هوش شامپانزه است. بدبختانه یکی از این ایپ‌های ارتقا یافته در حفاظتگاه نخستی‌ها وحشیانه تنبیه می‌شود. او با استفاده از هوش ارتقا یافته‌اش دیگر جانوران آزمایشگاه را با آن ویروس آلوده می‌کند تا هوش آنها را هم بالا ببرد و سپس همه آنها را از قفس‌هایشان آزاد می‌کند. طولی نمی کشد که کاروانی از ایپ‌های هوشمند با داد و هوار سر از پل گلدن گیت در می آورند و کاملا بر پلیس محلی و ایالتی غلبه می کنند. پس از برخوردی دهشتناک با نیروهای نظامی، فیلم با پناه گرفتن آرام میمون‌ها در جنگل سرخدار در شمال پل پایان می پذیرد. آیا چون این سناریویی واقع گرایانه است؟ در کوتاه مدت خیر، ولی نمیتوان آن را در آینده منتفی دانست، چون دانشمندان در سالهای پیش رو میباید بتوانند همه تغییرات ژنتیکی را که به ایجاد هوموساپینز انجامیده فهرست کنند، ولی رازهای بسیار بیشتری را باید پیش از رسیدن به ایپ‌های هوشمند حل کرد. دانشمندان دریافتند که از میان 3 میلیارد جفت باز تنها 15 میلیون جفت باز یا حرف هستند که ژنوم ما را از شامپانزه، یعنی نزدیکترین همسایه ژنتیکی خودمان، جدا می کنند. جداسازی این ژن‌ها می تواند پیامدهای بیشمار برای آینده خودمان داشته باشد. با دانستن ژن‌هایی که به هوموساپینس منجر شدند، تعیین چگونگی فرگشت آدمی ممکن می شود. شاید راز هوش هم در همین ژن‌ها نهفته باشد. حتی شاید بشود مسیری را که فرگشت پی گرفته بود تسریع کرد و حتی هوش خودمان را بالا برد. ولی تحلیل حتی 15 میلیون جفت باز هم برای خودش کاریست شاق. چگونه میتوانیم مشتی سوزن ژنتیکی را در میان این کاهدان ژنتیکی پیدا کنیم؟ بیشتر ژنوم ما از دی ان ای آتاآشغالی ساخته شده که در برگیرنده هیچ ژنی نیست و عمدتاً تحت تأثیر فرگشت قرار نگرفته است. این دی ان ای آتاآشغالی به آرامی با آهنگی شناخته شده جهش پیدا می کند، کمابیش 1% در هر 4 میلیون سال. چون تنها در 1.5% دی ان ای خودمان با شامپانزه تفاوت داریم، معنایش آن است که ما به احتمال زیاد در حدود 6 میلیون سال پیش از شامپانزه ها جدا شده ایم. بنابراین ساعتی مولکولی در هر یاخته وجود دارد و چون فرگشت این آهنگ جهش را شتاب می دهد، تحلیل کردن جایی که در آن شتابگیری رخ داده به ما امکان می دهد تا بگوییم کدام ژن‌ها فرگشت را پیش می برند. دانشمندان تعداد جهش‌ها درون ژنی خاص را ردیابی کردند و پی بردند که حدود 15 بار در 5 یا 6 میلیون سال پیش جهش پیدا کرده. این یعنی از همان هنگامی که از شامپانزه ها جدا شده ایم. جهش های تازه تر در این ژن ها انگار با نقاط عطف در فرگشت ما همبسته هستند. مثلا یک جهش در 100,000 سال پیش رخ داد.
یعنی هنگامی که آدمیان مدرن و بسیار مشابه ما در آفریقا پدیدار شدند. آخرین جهش همین 5800 سال پیش بود، یعنی مصادف با آمدن زبان نوشتاری و عصر کشاورزی. چون این جهش‌ها با دوره‌های رشد سریع در خردمندی مصادفند، آدم وسوسه می‌شود که گمان کند این جن در میان چند جن دیگر مسئول هوش فزونی یافته خودمان است. اگر چنین باشد، آنگاه شاید بتوانیم تعیین کنیم که آیا این جن‌ها هنوز هم فعالند و آیا آنها با شکل دادن فرگشت انسانی در آینده ادامه خواهند داد؟ این پژوهش‌ها به این پرسش می‌انجامد: آیا دستکاری مشتی ژن هوش ما را بالا می‌برد؟ بعید نیست.